صبح بخیر. با چند تا از فالرام و اینا قرار گذاشتیم که بریم قهوه بخوریم. گفتم که اصلا یه فرصت مناسبیه، حالا اگه من میتونم فضایی درست کنم که بچه هایی که استانبول زندگی میکنن بتونن دوست پیدا کنن، خیلی ذوق دارم قراره ببینم چند تاسونو. و همین دیگه، خیلی هم شلوغه الان خیابون. من نمیم چجوری روم میشه ویدیو بگیرم از خودم. خب من یه میتاپ دیگه با بچه های استانبول گذاشتم، یه نیم ساعت دیگه اینا قرار داریم، قراره که همون ببینیم. این دفعه قرار رو توی بخش آسیایی گذاشتم. دفعه قبل رفتیم سمت گالاتاپورت که نزدیک همون تکسیم، اکثرا وقتی میاد استانبول همون جاها رو میرید میچرخید. بعد خیلی استرس دارم چون نگرانی من اینه که امروز شنبه است، آخر هفته است، میترسم کافه که قرار گذاشتیم شلوغ باشه و جا نباشه که مثلا هممون بتونیم بشینیم و اینا. ولی امیدی که دارم اینه که هوا خوب نیست، ایشالله که نیان آدمای رندوم جز کسایی که قراره من ببینمشون، بتونیم قشنگ جا باشه همه بشینیم با خیال راحت، یه وقت مجبور نشیم جا به جا بشیم و اینا، مدیریت بحران لازم نباشه من بکنم اونجا. دفعه قبلم که رفتیم خیلی خوش گذشت، بچه ها نشستن دورم صحبت کردیم، یه 10 نفر اینا شدیم. وسط هفته قرار گذاشته بودیم دفعه قبلی، چون من مثلا استرس و نگرانی شلوغ شدن و اینا داشتم، چون میترسم یهو نتونم هندل کنم آدما رو. میدونی چی میگم؟ البته که همه بزرگسالن، نیاز به هندل کردن اونجوری نداره، ولی خب نمیدونم، احساس مسئولیت میکنم. خب تلاشم اینه که مثلا یکم فضا مناسب باشه که بچه‌ها بتونن با هم دیگه دوست بشن. یعنی هدف اصلی من واقعا همینه، چون مهاجرت خیلی سخته، اینکه یهو بری یه جایی بدون اینکه کسی رو داشته باشی. بعد هم زبون هم یه چیز دیگه است، تو هر چقدر هم زبون بلد باشی، چه انگلیسی چه ترکی، دوست هم زبون یه لول دیگه ایه، یعنی یه خیلی عمیق‌تر انگار میتونه قلبت رو لمس بکنه. نمیدونم چطور بگم، و احتمالاً بیشتر به خاطر تروماهای مشترکیه که ما داریم دیگه. بعد این هفته هم که گذشت خیلی کار خاصی نکردم، کلا احساس میکنم که خیلی موجود تنبل و بی‌مصرفی شدم، هیچ کار خاصی نمی‌کنم، هیچ فعالیت خاصی ندارم. و احساس میکنم که حتی قبلا مثلا کیمیای 2 سال پیش آدم خفن تری بود از کیمیای الان. خیلی این حس دارم، یعنی کاملا نسبت به خود 2 سال پیشم احساس میکنم لوزرم. یعنی واقعا حسی که دارم اینه، بذارید من اینو بشورم. و دقیقا همون 2 سال پیشم من این ترس و نگرانی رو داشتم و قشنگ یادمه که یه بار تو جلسه تراپی داشتم صحبت میکردم راجبش که من میترسم این اوجم باشه، نکنه اوج من، اوج موفقیت من، اوج پروداکتیو بودن من، اوج چمنم خوب بودن من تو 20 سالگیمه. و الان که نگاه میکنم شکلی هم که مثل این که اوجت تو 20 سالگی بود کیمیا جون، مثل این که اوجت اون موقع بود. و خیلی وحشتناکه بازم، یعنی اصلا واقعا ناراحتم از این بابت. البته احتمالا زندگی این شکلیه، میدونی الان پایینه، امیدوارم بیاد بالا زودتر، وگرنه واقعا سکته میکنم دیگه، چون خیلی حس بدی احساس کنی از خود بچه ترت لوزر تری. قشنگ احساس کنم لوزرم نسبت به خودم اون موقع، و درد داره، این خیلی درد داره. حالا این ریبنه اصلا خوب نیست، همیشه میریزه زیر ششم. یه پادکست جدیدی هم که پیدا کردم خیلی دوستش دارم، اسم پادکست بینچتوپیا، روی صفحه میذارم. 2 تا هست داره که یکیشون مثلا کالج رفته، یکیشون مثلا کالج هم نرفته، و میان راجع به موضوع مختلف صحبت میکنن، هی هم رفرنس میدن خب به مقالات و کتاب و از اینجور چیز، یعنی واقعا تحقیق میکنن، میان حرف میزنن، مسئله که بیشتر مربوط به جامعه شناسیه. و
و من خیلی خوشم میاد ازش، حتما چکش کنید. یه دونه بینج توپیا که خیلی جالبه، یه دونه پادکست اوورتینکه که من خیلی دوست دارم که اونم دوتا هست داره، دوتا هستش دکترای فلسفه دارن، ولی انقدر سرگرم کننده از پادکستشون که واقعا خوش میگذره و لذت میبری از گوش دادن بهش. سریال جدید دیدم چند روز پیش، نشستم سریال Nobody Wants This رو نگاه کردم که یه سریال جدید روی نتفلیکس و موضوع چیه؟ یه دونه دختر است که پادکستره، با خواهرش پادکست داره، موضوع پادکستشون هم بیشتر دیتینگ لایف و رابطه جنسی و اینجور چیزاه. من این شروع میکنه با یه ربای دیت کردن، ربای مثل آخونده یهودیا، شروع میکنه با این دیت کردن و خب خیلی تفاوت‌های زیادی دارن و خانواده پسره خیلی سختشه که بخواد این دختر رو بپذیره و قبول کنه و اینا. دوستم به پیشنهاد داده بود چون منم یه پترنی دارم یکم مشابهشه، یکم زیادی مشابهشه و خب این شکلی بودم که Is this play about me؟ حالا اسپویل نمی کنم که چی میشه و اینا، ولی کلا که داشتم داینامیکش رو نگاه کردم اینجور بودم که واقعا من نمیخوام اینو زندگی کنم، واقعا من نمیخوام مثلا بجنگم، تلاش کنم، جون بکنم تا خانواده و دوستهای طرف من رو بپذیرن و از من متنفر نباشن. مثلا یارو سنتی مذهبیه به شدت، تو خانوادهشون همه چیز به شدت سنتی پیش میره، مثلا من میرم واسه اینجورم که سلام پیشنهاد نمی کنم. آدم واقعا باید شباهتش خیلی بیشتر از تفاوتش باشه با پارتنرش. میگن که opposite attracts، یعنی مثلا مخالف هم باشید خیلی متفاوت باشید هم رو کامل میکنید. چرته، واقعا اینو آمارا بهشون داده. یعنی اتفاقا بهتره که بکگراندتون و مایندستتون و کلن ارزش‌هایی که دارید خیلی شبیه هم باشه با پارتنرتون که رابطه سالم‌تر و استیبل‌تر و موفق‌تر و اینایی داشته باشید. این ساعت 10:24 است، قراره که یکی از دوستان بیاد دنبالم، ماشین خریده. بیاد دنبالم که بریم کافه بچه‌ها رو ببینم، اسپرسو لب هم بگیم. اسپرسو لب یه کافه زنجیره‌ایه، خیلی شعبه داره، قهوه‌اش هم اوکیه، خوبه. بریم دیگه. از همون اومدم و واقعا نمیدونم ایران که رفتم کراتین چه موادی استفاده کرده که هنوز بعد از 2-3 سال صاف اونجاهای موام بلند شده. یکی هم پیدا کردم که اینجا برم پیشش کار کراتین انجام بدم، فقط فعلا رفته ایران، یه چند هفته دیگه برمیگرده، حتما میرم دوباره کراتین میکنم چون خیلی موهام مرتب تر و بزن کنن انگار آماده ترم، پوتوگیدر میکنه آدم و وقتی موهات صافه، یعنی برای من اینطور بوده، حسی که من میکنم اینه. ولی حالت طبیعی موهام هم دوست دارم، مشکلش اینه که وز میشه و خیلی بدجور میشه. و با بچه هم که رفته بودیم بیرون با فالرام و اینو میتاپ گذاشته بودیم، چند تا عکس گرفتیم، موهای من افتضاح بود، دیگه میخواستم جیغ بکشم وقتی عکس ها رو دیدم، واقعا جالب نبود.
دوباره به خودم اجازه دادم که رمان خوندن رو شروع بکنم. من یه مشکلی که دارم اینه که به شدت ابسستم با پروداکتیو بودن، که کارایی بکنم که مفید باشم، بهره بریم بالا بره، چیز یاد بگیرم. بر هر مثلا حتی به خودم اجازه نمیدم خیلی موزیک گوش بدم. همش این شکلی هم که نه، به جای موزیک بعد پادکست گوش بدی، یا به جای رمان یه کتابی که مثلا خیلی آورده برات نداره به اون صورت، بعد کتابای سلف هلپ بوک بخونی، کتابایی که برای رشد شخصیه، برای پیشرفت داشته. میدونم یا راجب اقتصاد حرف میزنه، راجب سیاست حرف میزنه، راجب مسائل اجتماعی حرف میزنه. میدونی چی میگم؟ مثلا رمان و اینا اشکلی بودم که نه، رمان خیلی تفریحیه، نمیتونی تو تفریحی مثلا یه کاری رو انجام بدی. و این رو از خودم گرفته بودم انگار. ولی خب دیگه شروع کردم دارم رمان میخونم. البته رمانی که الان دارم میخونم پیشنهادش نمیکنم به اون صورت، یعنی کتاب قشنگی ها، ولی تونستم بگم وای حتما برید بخرید و اینا، قشنگه جالبه ولی خیلی قابل پیشبینیه. اما خب یه فضای امنی رو بهم میده که کلا سورپرایز نمیشم و راحتم توش. میدونی چی میگم؟ اصلا استرسی نمیشم وقتی دارم میخونمش. فضاش فانتزیه، اسم کتابش تاج دوقلوهاست، که با مزه است دیگه. نگاه انقدرم هست، دارم تمومش میکنم دیگه، چیزی نمونده تا تموم شدنش. و خیلی خوشحالم که دوباره دارم رمان میخونم و فکر کنم این کمک هم کنه که عادت هر روز مستمر کتاب خوندن رو دوباره توی خودم به وجود بیارم، که واسه خوندن کتابای جدی هم بتونم از این عادت هم استفاده بکنم. چون یه مشکلی که دارم اینه که مثلا 3-4 روز کتاب میخونم، 2 هفته کتاب نمیخونم دیگه. این چی میگم؟ الان دارم تمرین میکنم که آقا هر روز کتاب بخونم حتما، و دیگه این قطعا کمکم خواهد کرد بعدن که خواستم کتابهای جدی هم بخونم. مثلا این کتابو عبدالخیاری من حساب میکنم، کلا رمان عبدالخیاری حساب میکنم، مگر مثلا خیلی مسائل اجتماعی و سیاسی و اینا چپونده شده باشه توش، مثل 1989 دیگه، درست میگم؟ مثلا اون خیلی مسائل اجتماعی و سیاسی و اینا توش اوکی، مثلا رمان اونجوری بخوام اجازه نمیدم بخونم. یعنی رمان که فضای فانتزی داشته باشه، همیشه شکلی بودم که چرا وقتم واسه همچین چیزی بذارم. ولی خوبه شما مثلا نباشید. و رمان خوندن با آدم این کمک، چرا نمیتونم حرف بزنم امروز؟ از مهمترین خوبه رمان خوندن اینه که میتونیم مثلا چه میدونم زندگی کنیم، زندگی یه سری شخصیت دیگر رو که توی شرایط دیگه هستن و اینا، و باعث میشه که امپاتیمون بره بالاتر، یعنی بهتر آدمای دیگر رو درک بکنیم و همدلی و اینا بکنیم باهاشون. و از این نظر خیلی خوبه دیگه، انگار که تو تجربه میکنی زندگی کردن رو به عنوان آدمهای مختلف، تجربه تو زندگی انگار زیاد میشه وقتی رمان میخونی، و این خیلی جالبه. و اصلا تفریحی هم باشه، سطحی هم باشه، کتاب عبدالخیاری هم باشه، what's wrong with that. و مثلا بعضی با من میگفتن وایب فن فیکشن میده، اوکی جالبه که 24 ساعتی که قرار نیست مثلا کتاب فاخر بخونیم. میدونی چی میگم؟ مثلا سر این به خودمون نباید اونقدر فشار بیاریم، لازم نیست هر فعالیتی که داریم فعالیت فاخر باشه، میتونه فعالیت عبدالخیاری هم باشه برای اینکه ذهنمون آروم بشه و اصلا از زندگی عادی و استرس ها و اینا دور بشیم و بریم توی فضای دیگه. و اینکه آره دیگه همین، میخوام مدل مورد علاقه‌ام از تخم مرغ درست کنم با سس پستو و گردو هم خورد میکنم میریزم روش. چند بار بهتون نشون دادم، ولی خب بازم ببینید، درست کنید حتما، بعد استوری بذارید منم تک کنید برم ببینم که اهمیت دادید به حرفم، چون واقعا خوشمزه است. اول که زیر گاز روشن میکنیم طبیعتا، دیگه همه اینو بلدم، بذاریم یکم داغ شه و گردو هم خورد میکنم میریزم روش. دارم این اپیزود از آذرخش مکری رو گوش میدم، خیلی کیفیتش پایینه ولی واسم موضوعش جالبه، شکل‌گیری رفتار جنسی از منشأ زیستی تا یادگیری اجتماعی. از روی کست باکس، اسپاتیفای اینا میتونید پیداش بکنید، روی یوتیوب هم هست. آذرخش مکری واقعا خیلی با سواد و خفن و آدم حسابیه، خدا حفظش کنه. و اینکه اینم دیگه داره آماده میشه. نتیجه این شد، ظاهرش قشنگ نیستا ولی خیلی خوشمزه است، تراست می.
کجا بزنم بقیه شو؟ یکم بزنم پشت چشام.